وزیر خارجه انگلستان، ضرورت فشار هماهنگ به رژیم ایران، تایید زندان سینا عمران از قیام آفرینان دیماه 96، تجمع غارت شدگان پروژه کیمیا ارتش در تهران. دومینیک راب وزیر خارجه انگلستان در مصاحبه با فاکس نیوز درباره جنگ افروزی رژیم در منطقه و توقیف کشتی‌ها در خلیج فارس گفت: ما به دنبال ائتلاف فراگیری در میان تمامی کشورهای غربی هستیم تا اطمینان یابیم که نه تنها از کشتی‌هایمان حفاظت کنیم، بلکه اصول پایه‌ای اتحادیه اروپا در مورد آزادی کشتیرانی را حفظ کنیم که برایمان اهمیت دارد. وی افزود: ما مجبوریم فشاری هماهنگ به رژیم ایران وارد کنیم. مهمترین چیز کار کردن با شرکایمان است تا پیامی متمرکز و روشن به رژیم ایران بفرستیم، زیرا هر نوع اختلافی میانمان تنها به این رژیم در فرار از مسئولیت‌هایش کمک خواهد کرد. Cause any divisions between us only help Iran evade its responsibilities. We got to try and avoid that. سناتور تام کاتن، عضو برجسته سنای آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز با تایید خروج آمریکا از برجام تاکید کرد: The nuclear deal with Iran was fundamentally flawed. That's why we withdrew from it more than a year ago, because it didn't stop Iran from getting a nuclear weapon, nor did it address Iran's campaign of aggression throughout the Middle East. توافق اتمی با رژیم ایران اساساً ناقص است و برای همین است که ما بیش از یک سال پیش از آن بیرون کشیدیم، زیرا نه مانع از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی و نه مانع از فعالیت‌های خرابکارانه‌اش در سراسر منطقه شد. وی درباره پیوستن انگلستان به ائتلاف دریایی در خلیج فارس گفت: این تحولی بسیار خوشایند است و فکر می‌کنم ما نیاز داریم متحدانمان که بیش از ما به نفت خاورمیانه نیاز دارند گام به پیش نهاده و این ائتلاف بین‌المللی را علیه تجاوز رژیم ایران تشکیل دهند. بیدادگاه رژیم در تهران حکم 8 سال زندان سینا درویش عمران، دانشجوی دانشگاه تهران و از قیام آفرینان دیماه 96 را تایید کرد. به گفته وکیل این دانشجو، حکم 8 سال حبس این دانشجوی دانشگاه تهران عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. سینا درویش عمران در 9 دی 96 به علت شرکت در اعتراضات دیماه دستگیر و در شعبه 15 بیدادگاه رژیم به ریاست دشخیم صلواتی به 8 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و ممنوعیت حضور در فضای مجازی محکوم شد. جمعی از غارت شدگان و سهامداران پروژه کیمیا اجاره‌دار مربوط به تعاونی مسکن فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش تحت امر ولایت فقیه ارتجا در اعتراض به اختلاس‌های صورت گرفته توسط کارگزاران رژیم در مقابل دفتر قضایی آخوندی تجمع کردند.